خب دوستان، با عرض سلام و درود مجدد، امیدوارم حالت خوب باشه. و خب این دفعه میخوام بریم سراغ بانو روزاریا. و اینکه قبل از اینکه شروع کنم بگم که روزاریا یه نرف خیلی بزرگ شده، ولی خب ما تو ویدیو دارم صحبت نخواهیم کرد. خب استات اسنشن روزاریا که اتکه، و خب حالا بریم سراغ تلنت نورمال ممکنه به دردتون بخوره، مخصوصا برای تیمی که آخر ویدیو دمش برسون صحبت میکنم. و خب بریم سراغ بقیهش. استیلش وقتی که استفاده بکنین تلپورت میکنه پشت سر انمی و نیزش فرو میکنه تو اس انمی ها که خب کرای دمیج میده. و خب حالا برستش هم یه نیزه یخی درست میکنه و فرو میکنه تو زمین که خب هر 8 ثانیه دمیج اوورتایم میده که اونم باز کرای. و خب انرژی که برست روزاریا میخواد تو 60 و واقعا برست خوبیه. و خب حالا پسیو اول که وقتی روزاریا تلپورت میکنه پشت سر انمی و ضربه رو میزنه به خود روزاریا 12% تیستت در 5 ثانیه میده، ولی خب هنوز نمیدونم دقیق باید پشت سرش تلپورت بکنه حتما ضربه رو بزنه یا فقط بزنه اون 12% که گیرت رو میده، چون انمی که شیلد دارن نمیشه تلپورت یا پشت سرشون و ضربه بزنه و خب نمیدونیم هنوز. پسیو دومش هم که بعد از زدن برست به مدت 10 ثانیه به کل تیم میده کریت ریتو و خب مقدارش هم 15% از کریت ریت خودش، یعنی شما 50% کریت ریت داشته باشین 7.5% به بقیه میده و خب فقط به تیم میده، به خودش نمیده. و خب پسیو آخرش هم که توی شبا سرعتش بیشتر میشه و خب بله برای فارم کردن توی ورد ها عالیه، ولی توی ابیس و اینا فعال نمیشه. خب حالا کانسی وقتی که روزاله زرش کریت بشه سرعت اتکش 10% بیشتر میشه و همینطور دمیج نرمالش هم 10% بیشتر میشه که خب برای اون تیمی که میخوام آخر ویدیو بگم بازم مناسبه. و خب حالا کانس دوم 4 ثانیه زمان برستش رو افزایش میده که بازم خیلی کانس خوبیه. کانس 3 لول استیل میده. کانس 4 هر بار که برستتون کریت بشه ضربه کریت بزنه به روزاری 5 انرژی برمیگردونه، ولی خب توی کل مدت زمان برست یه بار فقط میتونه اتفاق بیفته، یعنی 3 بار ضربتون رد بشه فقط یه بار بهتون 5 انرژی برمیگرده. کانس 5 بهتون 3 لول برست میده. و خب کانس 6 باعث میشه که برستتون وقتی استفاده کنین 20% موقعیت فیزیکال انمی ها کم بشه، که خب برای اون تیمی که میخوام بگیم مناسب نیست، ولی اگر خواستین ساپورت یولا بذارین یا خود روزاریا رو فیزیکال بیلد بکنین بازم کانس خوبیه. خب سلاح پیشنهاد شخصیمون که بهتون بلک کلیفه، چون دو تا اکانت داشتیم امتحان کردیم و نتش راضی بودیم. و خب فوانیاس هم هست، میتونین بذارین و انرژی رو 100% تامین میکنه، ولی این تیمی که میخوایم بهتون بدین دیگه نباید انرژیتون به نظر کم بیاد و خب دمیجش با فوانیاس پایین تر میاد 100%. گزینه دیگه هم که میتونین بذارین دراگونز بینه که خب میتونه جایگزین مناسب واسه بلک کلیف باشه تو این تیم. بقیه نیزه 5 ستاره هم که مثل جید و استفاف هما و این نیزه جدیده هم میتونن جایگزین مناسب واسه بلک کلیف باشن. و خب اسپاین هم میتونه واسه روزاری معمولی توی تیم معمولی تر جواب بده، ولی اگر این تیمی که ما میگیم میخوایم بذارین اگر اسپاین داشتین ترجیحاً بذارین روی جیانگلین. و خب اگر یه روزی روزاریا کانس 6 گرفتین 100% میتونین دی پی اس فیزیکال بیلدش کنین و جواب بدین ازش. و خب سلا 4 ستاره هم بهترینش میشه کرسن پای فاسش و مدل 5 ستاره ش هم میشه جی، ولی خب 100% به کرسن پای نمیرسه و خب استاف هما 100% از اینا بالاتر قرار میگیره. خب روزاریا به شدت توی بحث آرتیفکت ها انعطاف پذیره، مثلا توی این تیمی که ما میخوایم استفاده کنیم، ولی خب بزنین اول ستاره بگیم و خودتون در نظر بگیرین که چی بذارین روی روزاریا. خب ما کلا چند تا ست مد نظر داریم واسه روزاریا که اونا هم 5 تیکه املم، 2 تیکه واندرر، 2 تیکه گراد یا شیمنوا فرقی نداره، 2 تیکه بلزارد و 2 تیکه نوبلس هستن. و خب حالا این ستا رو شما ترکیبی بندازین رو روزاریا بازم بهتون جواب میده. و خب روی همین روزاریا تا چند وقت پیش 2 تا تیکه واندرر و 2 تیکه نوبلس گذاشته بود. و خب تو این تیم که ما میگیم باید اول تست بکنیم ببینیم که روزاریا چی میخواد. اگر انرژیش کمه باید نمیدونم 4 تیکه املم بذارین یا ساعت رو انرژی بذارین، یا هم که اگر خواستین میتونین اتکش کم بود 2 تا تیکه گلاد بذارین. و خب شما یه روزاریا معمولی بخواید بیلد بکنین باید ساعتش رو اتک بذارین معمولا. و خب کاپ هم که کرای دمیج و کلا هم که کریت ریت و کریت دمیج بسته به اون استاتاتون. و خب حالا درسته که داریم میگیم روزاری انعطاف پذیره، ولی باید شما قواعد رو رعایت بکنید، نه کاپ و چیزا عجیب غریب بزنید. کاپ با کرای دمیج باشه، کلا هم حتما یا کریت دمیج یا کریت ریت. اون تیمی که من از اول دارم دمش صحبت کنم از اول ویدیو تشکیل میشه از ژانگلین، چانگیون، روزاریا و بنت. این تیم بعد جوری اوپیه به طوری که ما امتحان کردیم باهاش ابیسو چند بار امتحان کردیم اوریج تایمش 1.20
دقیقه است. و خب جالبش اینجایی که کاراکتر 5 ستاره نمیتونن با این وضع لول تالنت و سلاح و نمیدونم ساپورتاشون اینجوری بزنن، که خب حداقل اگر ویدیو قبلی نگاه کرده باشین با یوینیا کانس 2 من تونستم توی 1 دقیقه 30 ثانیه جمعش کنم به زور، و همچنان با این تیم خیلی راحت تر میشه این زمانو به دست آورد. و خب جدا از این تیم، روزاریا هم حالت فیشه رو داره، یعنی هم میتونه ساب دی پی اس یا باتریتون باشه واسه یولا یا آیاکاتون، و یا میتونه ساپورت نمیدونم مثلا کچینگ یا ریزر فیزیکالتون باشه مخصوصا سی سیکسش. و خب در کل کاراکتر کرایو خیلی خوبیه و به شدت انعطاف پذیره تو هر موقعیتی، و خب اون کیسیتی هم که میده باعث میشه که خیلی خوب باشه مخصوصا واسه کسی که اسنپ شات میکنه. خب یه روز توی دهکده کوهستانی رازنا حمله میکنن و خب همه رو قتل عام میکنن، و یه دختر که تازه به دنیا اومده رو با خودشون برمیدارن میبرن. اون دختر بزرگ میشه و میشه روزاریا. توی زمستونایی که غذا کم میومده، روزاریا بدون چیزی برای دست دادن و با شکم خالی توی هوای سرد و زمین یخزده تصمیم میگیره که فرار کنه. و خب اما همون کسی که وقتی بچه بوده اون همراه خوش آورده بوده برش میگردونه و بهش میگه که کسی که فرار میکنه خائنه و خیانتکارا فقط میتونن با جنگ آزادیشون رو به دست بیارن. اون رازنا پیر یه خنجر پرت میکنه سمت روزاریا و میگه خب بجو بکش. اگر منو بکشی میتونی اینجا رو ترک کنی. میگه که من دیگه سنی ازم گذشت رو تو هنوز جوونی و حتما میتونی منو بکشی نه؟ و خب هیچکس باورش نمیشد که روزاریا واقعا تونست اونو بکشه، و راهزنا اون شب یه عضو قدیمی رو از دست دادن و یه عضو جدید رو به دست آوردن. اولش در مورد قبول کردن روزاریا دو به شک بودن، چون که هر چی نباشه یکی از خودشونو کشته بود، ولی وقتی دیدن که یه ویژن تو دستش ظاهر شد شکشون برطرف شد، و طبیعتاً یک کسی که ویژن داره از یک کسی که پاش لبه گوره قوی تره دیگه نه. و خب تازه غذا هم از اون راهزنه کمتر میخورده از اون کسی که کشته. و خب در همین حال یه سوال برای روزاریا پیش میاد. اون از قصد گذاشته که من جایگزینش بشم، یعنی یه پدر تقلبی تونسته علاقه واقعی به بچه‌ای که همجوری دزدی شده پیدا کنه؟ و خب باید گفت که روزاریا اینجا هنوز بچه بوده و از همون بچگی با کشتن آشنا میشه. و خب مدتی بعد اون نایتا فابونیس میاد این راهزنا رو میزنه و جمع میکنه، و خب روزاریا کوچیک‌ترینشون بوده برمی‌دارن با خوش میبرن که شاید یه آینده بهتری داشته باشه اونجا. و خب وارکا گرند مستر بوده اونو میسپره به کلیسا، ولی خب همونطور که معلومه روزاریا به خدا کار زیادی نداره، و خب به عبارتی همون میم معروفی که میگه وقتی که خواهر کلیسایی ولی بدن برای گناه ساخته شده. و خب روزاریا کوچکترین اهمیتی به آرکان آمامو نمیده و حتی اسمش رو هم یادش نیست. Blessings from the Animo Archon Barsabedo. Wait. No, it's Bartopus. فیشل هم در مورد این یه لاین جالبی داره. و خب از جدا طرز لباس پوشیدنش، روزاریا سیگار هم میکشه و یکی از تفریحاتش هم شراب خوردن. روزاریا اصلا اضافه کاری نمیکنه و به محض اینکه کار کلیسا تموم میشه میزنه بیرون. و خب مخفیانه از دور حواسش به همه مانست است و توی سایه ها در مورد تعدید احتمالی تحقیق میکنه و شکنجه میکنه و کارهای کثیف رو انجام میده. همونطور که مردم مانست توی آفتاب طلایی زندگی میکنن، روزاریا زیر نور مهتاب زندگی میکنه، یه نور سرد و سوزان درست مثل قدرتاش. اون با خوش فکر میکنه که یه چیزی هست که جوانان لازم نیست بدونن، و خب هرچند که از نظر اون جوان همه مردم مانست هم بدون این که توجه به سنشون بکنه. و خب در آخرم که این بانو واقعا بی‌نقصه، کانساش که خیلی کمیابن، ولی خب اگر شما تا کانس دو بگیرین قطعا میشه بهترین ساپورت و کرایه کل گیم، البته اگر گانی رو در نظر نگیریم به عنوان ساپورت. و خب بله درست بعد این ویدیو قراره یه ویدیو هم دوان چانگیون بدیم، و خب ویدیو این چهار تا کاراکتر تکمیل میشه که توی همون ویدیو هم یه توضیح میدیم در مورد این تیم که چجوری دقیق استفادهش کنین و شوکیس هم دماش میذارید. و خب در آخر هم که همین بود، مثل همیشه سابسکرایب رو یادتون نره و شو خوش. کانسک وقتی که روزاریا ضربش کیسپش صحبت میکنه از اول ویدیو تشکیل میشه What a nuisance! この Dio だ!